مردی که میتواند بر پای کودکی لبخند بوسه بنشاند و یک شهر را با قلب پاک خود لبریز از ستاره کند، مردی که زخمهایش بالاترین نشان بزرگی است، اینک با ماست. علیرضا نوریزاده، سه‌شنبه 26 باید باشه دیگه، 26 فروردین 15 آوریل به شما سلام میکنم. بله، مردی که نشان از بزرگی داره، انسانی که 2 سال ما شاهد زجرها، رنجها، زندانهاش بودیم، ولی او انگار نه انگار، یک زمانی نام او رو در کنار آقای حسین شریعت مداری میدیدیم، ولی چنان حادثه 88 او رو تکان داد که آنگاه ظاهرا یک فیلمساز، یک نویسنده، یک برنامه ساز، یک سریال ساز، یک نویسنده حس کرد که عجب، راه دیگری هم هست، راهی هست که آدم با بوسه نشاندن بر پای یک کودک بهایی که اصلا نمیدونه دین چیه، تمایز دینی چیست، امید و لبخند رو بر لبانش بنشانه. آدم میتونه بره سراغ عبدالله نوری که حسرت یک آخ را به دلشان گذاشت، او رو ببینه و باهاش سخن بگه. میتونه در جمع خانواده محمد رضا خاتمی حاضر باشه. میتونه بازنشسته های بهایی رو که حقوقشون رو قطع کردن بره با اونا بشینه حرف بزنه. میتونه بره جلوی وزارت اطلاعات روسها بیسته، کتکش بزنن، صورتش رو زخمی کنن، که من اشاره کردم تمام نشانهای افتخار رو بر صورتش می نشاند. مردی که راه می افته با یه کوله بار شهر به شهر میره که معنای آشتی ملی رو تجلی بده. مردی که سفر صلح و دوستی می آغازد، میره خونه روستایی ها، میره خونه اونا که بچه هاشون بیگناه رفتن، به زندان افتادن. انگار نه انگار که اصلا این مرد میدونه معنای ترس چیه. مادر ستار رو میره بغل میکنه، انگار مادر خودشه و اصلا باکش نیست. زندان باید افتخار کنه که مثل او، مثل زید آبادی ها آدمایی داره که واقعا اسباب افتخاره که آدم از اهالی قلم یه چنین کسانی داره. سلام میکنم آقای محمد نوریزاد به شما. من هم سلام میکنم به شما و همه عزیزانم در هر کجای ایران و جهان. بفرمایید، من در خدمتتون. آقای نوریزاده عزیز، من نمیدونم، از شما سوال میکنم، برای خیلی این سوال هست، این شجاعت از چه ناشی میشه که آدم ترس نداشته باشه، نه از زندان، نه از زندانبان، نه از دوستاقبانچی، نه از گزمه، نه از اساس، نه از ملبسان به لباس روحانی؟ واقعا از کجا ناشی میشه؟ من یکی این که پوزش میخوام، اگر یه مقدار در صدای من گرفتگی هست، من یه سرماخوردگی دارم که باش به هر حال دارم سپری میکنم. اما در مورد پرسش جناب عالی باید بگم که شما وقتی در موضع طلبکار قرار میگیرید، طبیعتاً دیگران هستند که بدهکار شما هستند. من خودم رو در موضع طلبکار قرار دادم و احساس میکنم حاکمان بدهکاران مردمی هستند که وعده هایی دادن، معامله با مردم کردن و در این معامله قش کردن و عدم صداقت خودشون رو ابراز کردن. به همین دلیل من طلبکار، یعنی به نمایندگی از مردم، طلبکارانه با حاکمیتی برخورد میکنم که آمده قراردادی بسته با مردم که من اگر به من بله بگید، من عدالت رو اینچنین میکنم، ادب رو اینچنین میکنم، رفاه و امنیت و معیشت رو اینچنین میکنم و در همه این وعده ها خلافش رو عمل کرده. من وقتی به شهرستان ها و روستاها میرفتم سابقا، خب عمدتا می رفتیم فقر این شهرستان ها و استان ها و روستاها رو می دیدیم، ازشون فیلم های مستند می ساختیم، همه رو هم
موکول میکردیم به زمان شاه و خیلی از این فیلم ها ساختیم که آقا ببینید زمان شاه چجوری بوده، چقدر فقر و بدبختی و بیچارگی. خب این 10 سال گذشت، 20 سال گذشت، 30 سال گذشت. من سفر اخیرم سفر یک صاحب کار بود که انگار میرفت ببینه پیمانکارش چه کرده. کاملا سفر اخیر من به استان کردستان و به کرمانشاه و به خوزستان سفر یک صاحب کار بود که رفتم ببینم که پیمانکار ما، دولت ها، حکومت، نظام، هرچی که هست، آخونده، ولایت فقیه چه کردن با این استان ها. من اتفاقا در جدیدترین مطلبی که امروز نوشتم یه عکسی از یک بیلبورد بزرگ در مدخل شهر سوسنگرد رو که خودم ایستادم کنارش منتشر کردم. من به عنوان یک ایرانی شرم کردم از اینکه سوسنگرد یک شهر ایرانی است. شرم کردم به جهت اینکه انگار یک فرزند سر راهی رو مثلا یکی آمده و ازش متنفره و بیزاره و این فرزند رو رها کرده، حالا یه رشدی کرده. سوسنگرد یک فرزند سر راهی بود و من بعد از ایام جنگ برای اولین بار وقتی اخیرا وارد شدم خجالت کشیدم. شهر قهرمان شود یک شهر قهرمان سوسنگرد. بفرمایید. عرض کردم شهر قهرمان. شهر قهرمان سوسنگرد. بله بله، از این شعارهای مسخره و طنزی که عمدتا ما میگیم امت شهید پرور و شهر شهید پرور و اینها، من خجالت کشیدم. یا مثلا شما آقاجاری نفتش رو مکیدن و یک پوسته پوک و یک جنازه از او باقی گذاشتن. یا عمده شهرهای دیگه، آبادان، خرمشهر، خدا شاهد من در خرمشهر به مردم برخوردم که التماس میکردن که آقا ما را به خیر شما امید نیست، شهر برسانید، ما را برگردونید به همون نظم قبل از انقلاب، به همون روزهای پیش از انقلاب. ما اینجا اعتبار داشتیم، آبرو داشتیم، احترام داشتیم. به هر تقدیر این که شما میفرمایید این نترسیدن از کجا آمده، من میگم اتفاقا این پیمانکاران دزد و فریبکار و ریاکارن که اتفاقا باید بترسن. ما چرا باید بترسیم؟ ما مردمی هستیم طلبکار. یک بعلی گفتیم به آقایون بعد از 35 سال، حالا میخواییم ببینیم چه کردن اینها، جز آدم کشی، جز دزدی، جز فریبکاری، جز ریاکاری. دیروز یک جوانی برای من نوشته بود که آقای نوریزاد شما در کنار مثلا نقد هایی که میکنی خوبی های نظام رو هم شما بگید. گفتم آقا جان شما یه کاغذ قلم بردارید، نه 5 تا از خوبی های این نظام رو برای من لیست بکنید که من محمد نوریزاد از این به بعد شروع کنم در کنار یک نقدی که میکنم به دزدی ها و فریبکاری ها و مثلا عدول از اون وظایف انسانی و اولیه، یکی از بایستگی ها و شایستگی های این انقلاب و نظام رو هم بنویسم. خب طرف ماند که چی بنویسه؟ یعنی ما چی به دست آوردیم؟ یعنی من این پرسش بزرگ رو همیشه از بزرگان این نظام، گنده های این نظام میکنم. میگم آقا شما زدید، کشتید، غارت کردید، مصادره کردید، دودمان ها رو به باد دادید، قبول. این طرف چی الان تو دستتونه که بگید آقا ما به ازای این همه کشتن و درو کردن و به سلام و صادر کردن و زندانی کردن، الان این گوهر درخشان رو داریم در این 35 سالگی انقلاب که میتونیم بگیم آقا به ازای اون همه آسیب این فایده بزرگ رو ما داریم که بهش میتونیم غرور ببریم، بهش افتخار بکنیم. این دست توهیست، هیچی نیست. یعنی ما الان چیزی نداریم که به ازای اون همه زدنها و کشتنها و خون ریختن ها الان چیزی باشه که بهش ببالیم، بهش غرور ببرزیم، بگیم آقا ایمان مردم برتر شد، ادب مردم برتر شد، دزدی ها کمتر شد، فریبکاری ها کمتر شد، ریاکاری کمتر شد، آقای نوریزاد عزیز افزونتر شد. آقای نوریزاد عزیز یادتونه که مرحوم مهندس بازرگان همون اوائل گفت قرار این بود که یدخلون فی دین الله افواجا و حالا یخرجون من دین الله افواجا و این ادامه پیدا کرد. من اینی که به شما میگم این شجاعت از کجاست، بسیار توجیه منطقی و درستی کردید، اما بگذارید نکته رو بهتون بگم که به اعتقاد من شما سرفرازتر هستید و بیشتر بشید. ما در این خارج کشور که حالا 5-6 میلیون ایرانی، اغلب به ناچار و
دل اونجاست، من پنجرم رو به خانه پدریه، هر لحظه خواب ایران و شهرم تهران و زادگاه پدریم اصفهان و کردستان و بلوچستان همه جا رو میبینم. صحبت من اینه، در این خارج کسانی هستن که اگر یه روز میخوان منو ببینن میگن آقا بریم توی پس کوچه جایی مبادا خبر برسونن که من شما رو دیدم. ولی محمد نوریزاد یک تنه پا میشه میره جلوی وزارت امنیت ولی فقیه، روزها میسته کتکش میزنن. من تمام تفاصیل دیالوگ های شما رو با ماموران اطلاعاتی میخوندم، دنبالش بودم و هر روز این کار رو تکرار میکنه. این خیلی مهمه، این یک به قول معروف نقطه ای رو آدم میگذاره که مردم یاد بگیرن نمادی شدی شما که همه چی تو گذاشتی، زندگی تو، زن و بچه تو، راحت تو، آسایش تو. خیلی ساده بود، شما الان جای آقای شریعت مداری سردبیر کیهان بودی ولی همه رو گذاشتی، میتونستی رئیس نمیدونم سازمان هنری باشی، سوره فلان، اما همه رو گذاشتی به خاطر شرافت انسانیت، به خاطر عشقت به ایران، عشقت به مردم این آب و خاک که این همه زج کشیدن. همین خوزستانی که شما داری میگی، هموطنان عرب ایرانی ما باید عشق بریزن تو کومه هاشون و نفت اونجور بره و یک دلار خرج اینا نشه ولی ماشین جنگی بشار رو اونجور درست کنه. همین آقای حسن نصرالله 4 ویلای زیر زمینی در لبنان داره غیر از حالا کارهای دیگه و این پول مردم خوزستانه. ولی وقتی آقای طائب، آقای مهدی طائب میگه سوریه برای ما مهمتر از خوزستان، اون وقت شما احساس رو این هیئت رو، هیئت حاکمه رو نسبت به مردم ایران میدونید. من درود بهت میفرستم از صمیم قلبم و این مسخره شجاعت میتواند برای مردم دیگه یک نمونه باشه، یه نماد باشه که مردم تأثیر کنن بهش و مردمم یه خوده فکر کنه. کار به جای رسید که آقای رفسنجانی میگه مردم برای خواستاشون باید پایداری کنن، باید مقاومت کنن و مردم ما باید این رو متوجه باشن. در خانه نشستن و برای نوریزاد دست دادن کاری از پیش نمیبره، بلکه آدم باید بیاد پشت سر نوریزاد. ببینید، من یک نکته رو میخواستم عرض کنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و اون این هستش، یک جفای بسیار بزرگ، یک ناجوانمردی مخوف در این سالها نسبت به مردم صورت پذیرفته و اون ترساندن مردمه و این حرکت بسیار ناجوانمردانه است که حاکمیت برای برقراری خودش به اون فرو شده. معمولا حاکمیت ها به خاطر برقراریشون مثلا میان به فاکتورهای متنوعی دست میبرند که آخرین گزینه ترساندن مردمه. علتش هم این هستش که نمونه ای مثل شوروی سابق یا مثلا حکومت های دیکتاتوری مثل صدام، مثل قذافی، نمونه هاش انتهاش معلوم هست که اینها حتما فرو خواهند ریخت به خاطر اینکه شما نمیتوانید استوانه های برقراری خودتون رو بر ترس مردم بنا بکنید و این ماندگاری داشته باشه. من واقعیتش علت برشوریدنم بر این ترس این بود که دیدم یک ناجوانمردی بزرگ صورت گرفته. ما بزرگترین شعائر دینی داریم در باب نترساندن مردم که مثلا نمونه بارزش در اون پیام یا مثلا فرمان حضرت امیر به مالک اشتری که ای مالک جوری با مردم رفتار کن که زبان این مردم موقعی که با شما صحبت میکنن به لکنت نیفته. اینها برداشتن با زدن مردم، با زندانی کردن مردم، با غارت و مصادره کردن مردم، با راندن مردم، با بیرون کردن مردم، با کشتن مردم، چنان لکنتی بر زبان مردم انداختن که همین امروز من به صلاح یه دوستی ازش تلفن میخواستم، با تردید میخواست تلفن به من بده یا تلفن من یادداشت بکنه، در حالی که هیچ نسبتی میتونستیم با هم نداشته باشیم، یه ارتباط ساده بود. یا دو نفر که میخوان تلفن بدن همیشه پس ذهنشون این هستش که نکنه یک فرد سوم هم در حال شنود این ارتباط باشه. یعنی یک پرونده سازی فاجعه آمیزی در این سرزمین صورت گرفته که
ببینید مثلا دستگاه های امنیتی هوشمندیشون این هستش که برای بنده، برای شما، برای دیگران پرونده می سازن، ولی این پرونده ها عمدتا در مورد تخصص ما، در مورد ارتباط ما با جاسوس های اجنبی که مثلا بگن آقای محمد نوریزاد با این به صورت کشورها ارتباط داشته، مثلا در این کشورها با این آدم ها ارتباط داشته، که مثلا بتونن نقطه ضعف او رو مثلا در این جهت به طور عمده بکنن. اما 99% پرونده هایی که دستگاه های امنیتی ما علیه مراجع، علیه وزرا، علیه دولت مردان، مدیران، مدیر کلها، علیه روحانیان، علیه دانشجویان ایجاد میکنن، پرونده های اخلاقی است. یعنی اول که میرن سراغ یک روحانی میخوان ببینن چند تا زن صیغه ای داشته و چه فاجعه های این چنینی مثلا رقم زده، اینها رو بعدا علم میکنن، اون آیت الله رو به زانو در میارن، اون دانشجو رو به زانو در میارن، اون وزیر رو به زانو در میارن، کاری میکنن، آلوده میکنن به مسائل اقتصادی در یک تنگناهای اقتصادی. من میبینم که حالا از آیت الله گرفته تا یک مثلا افسری که در ارتش هست، یا یک پاسداری که در یک گوشه هست، یا یک دانشجویی که در دانشگاه هست، همه در یک چیز مشترکن و اون هم ترسیدنه. و نظام خیالش راحتی که با ترساندن مردم برای خودش امنیت ایجاد میکنه، و حالا که این یک جور نقض غرضه، برای شما نمیتونید بقای خودتون رو بر ترس مردم بسیار تضمین بکنید. علتش هم این هستش که این ترس نه که یک پوسته ظاهری است، به محض اینکه کنار بره اون استوانه ها فرو میریزه، مثل ماجرای مثلا سال 88 که رفت 3 میلیون 4 میلیون مردم ترسیده ناگهان وقتی کنار هم قرار میگیرن دیگه نمیترسن، و شما مجبور میشه آدم بکشی، شما مجبور میشه تخریب بکنی زندگی ها رو، بگیری ببری چریزک بسازی، مجددا بر یک ترس وسیعتر خیمه بزنی. من برای سائق آمدن بر این ترس آمدم، جانم رو گرفتم کف دستم، گفتم برای چی مردم میترسن؟ برای اینکه ممکنه بمیرن، کشته بشن. خب من از همون ابتدا جانم رو گرفتم کف دستم، بعد دیدم من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، با خانواده من اسمام و حجت کردم، گفتم که این راهیست که من باید برم و برگشت ناپذیر هم هست. به همین دلیل که من هر روز که از خانه خارج میشم و آرامش خارج میشم، وقتی میرم جلوی وزارت اطلاعات، امروز 65 روز من بود که اونجا قدم زدم، و اتفاقا یکی از خود اطلاعاتی ها آمد با من ارتباط برقرار کرد، اخباری رو از داخل به من گفت، مثلا گفت ملاقات شما که یکی از شرایط شماست، به این دلیل ناممکنه. 65 روز من رفتم جلوی وزارت اطلاعات قدم زدم، مطلقا چیزی به اسم ترس در وجود من نبوده، علتی هم هیچ نبوده، الا اینکه من تای خط دیدم، یعنی تای خطی که اینها ممکنه برای یک نفر فراهم بکنن مرگ دیگه. من از همون ابتدا که از در میزنم بیرون، این جانم رو میگیرم کف دستم، پس با آرامش دیگه زندگی میکنم، با آرامش میرم، با آرامش لبخند میزنم. اینجوری که من در واقع شما گفت وقتی میری سر و دستار ندانی که کجا اندازی. من نکته رو خدمتت بگم، امروز تو خبرها خبر خیلی تلخی بود، آقای محسنی اژه‌ای گفته محاکمه غیابی منتقدان خارج از کشور هم آغاز خواهیم کرد. از اون طرف آقای روحانی وعده داد که ایرانیانی که رفتن بیان. آقای قشقاوی گفت ایرانی ها بی خودی میترسن، این اپوزیسیون دامن میزنه. دادستان کلتون داره میگه ایرانی ها در خارج از کشورم غیاباً محاکمه خواهند شد، و این نشان دهنده میزان اعتماد به نفس رژیم به خودشه. رژیمی که معتقده که قدرتمنده و بعد 5 مرزبانش رو نمیتونه حفظ بکنه و صحبت از تسخیر فضا و غیره میکنه، رژیمی است که بر قلوب مردم حکومت نمیکنه، و سرنوشت رژیم هایی که بر قلوب مردم حکومت نمیکردن ما دیدیم در این سالهای اخیرم موارد خیلی خونبارش رو دیدیم. برگردیم به صحبتمون آقای نوریزاده عزیز. من در همین گیرودار پیگیری کار شما و جستجو در سایت و در نوشته هاتون تصویری از رضا ملک دیدم.
من راجب این آدم براتون بگم، این رضا ملک کاری کرد که بنده چون مستقیما تو جریانش بودم، فیلم شکنجه خانم فهیمه دوری نوگورایی زن سعید امامی رو برای ما فرستاد و همینطور شکنجه بعضی از افرادی که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شدند توسط جواد آزاده. و این فیلم رو شبی که من اینو پخش کردم از اولین تلویزیونی که ماهواره که به ایران میرسید در برنامه آقای میبودی، تلویزیون آقای ضیاء آتابای، روز بعدش آقای کروبی انقدر ناراحت شد که گفت دیشب من به هم گفتن نتونستم غذا بخورم. و بعدم راجع به همسرشون گفتن این حاج خانم ما زن پاکدامنی است، مکه رفته غیره. میخوام بگم این آقای رضا ملک کار بزرگی کرد. کار او باعث شد مردم بدونن، اولا کسانی که به عنوان مزدور و جلاد کار میکنن بدونن، مردی که نور چشم رهبر بود و بانوی او که همراه و همدم خانم آقای خامنه ای بود، در همین سفر لندن که من خود شاهد بودم، ایشون به اتفاق همسرش همراه آقا مشتبه مادرشون اومده بودن برای اینکه آقا مشتبه جهت بچه دار شدن معالجه بکنن، و همسر آقای خامنه ای مطابق نوشته خود سعید لباسهای ایشون رو هم میشست که سعید میگه خجالت میکشم که این بانو مثل یک مادر این کار رو میکنه. خب خانم دوری یه زن متدینه، همه میدونن نماز شبخون بود. این زن رو وادار به حرفهایی کردن که آدم شرمش میاد، پشت آدم میلرزه میبینه، و این رضا ملک بود که این رو به دست ما رسون. بنابراین ما همه دین به او داریم، 15 سال از عمرش رو بهش مدیونیم. اون شکنجه هایی که کشید، من وقتی اون فیلمش رو از درون زندان دیدم، دندان هایی ریخته و نمیتونه صرف بزنه، اون دواهایی که بهش داده بودن، وقتی دیدم در کنار شما با چه آرامشی نشسته، چقدر خوشحال شدم. کمی آقای نوریزاد از ملک برامون بگید. بله، همونجور که جناب عالی فرمودید، تاریخ سیاسی ما و اصلا تاریخ اجتماعی و انسانی ما در یک بخشی بسیار مدیون جناب آقای رضا ملک هست، یا رضا مکیان، معروف به رضا ملک. ایشون ورق زد تاریخ سیاسی ما رو، یا تاریخ سیاسی امنیتی اطلاعاتی ما رو، و بزرگترین کاری که او کرد این بود که مثلا من محمد نوریزاد وقتی وزارت اطلاعات رو نقد میکنم، یک نقد از بیرون هست، منتها کار رضا ملک این بود که از درون دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رو متلاشی کرد. یعنی یک دستگاهی که از خودش چهره آذین بسته بود به اسم مثلا معبد، مسجد، سربازان گمنام امام زمان، و کسانی که مثلا به صورتشون که نگاه میکردید احساس میکردید که اینها مجموعه انسانهای شایسته و بایستی هستن که عقد انسانیتشون در آسمانها بسته شده، و افرادی هستن که در گمنامی بسیار زحمت میکشن. ولی آقای ملک آمد پرده از جمال نامبارک بعضی از اینها کنار زد. من باورم بر اینه که آقای نوریزاده در هر شرایطی، ما به دستگاه اطلاعات نیازمندیم، به مأموران و بازجویان نیازمندیم، هر جامعه پیشرفته ای به سلول انفرادی، به زندان نیازمنده، منتها مهم این هستش که این نیاز بر چه قاعده ای استوار باشه. ما باورمون بر این بوده و هست که یک سیستمی که مدعی مسلمانی است، زندانش باید عربستان باشه، به ویژه از جانب مدعیان و زندانبانان و نگهبانان و بازجویان، که اگر زندانی بیادبه، گستاخه، فحاشه، قاتله، بزن بهادره، میره با یک مجموعه با ادب انسان فهیم روبرو میشه و تأدیب میشه. به همین دلیل میگن محل تأدیب، یعنی محل ادب شدن. نوریزاده عزیزم ببخشید، اجازه بدید نوریزاده عزیزم، برای اینکه یک تنفسی هم من چون دارم میخواد مال رضا رو خوب راجبش صحبت کنیم، چون به هر حال میگم یه دین بزرگ من شخصا به او دارم به اضافه همه مردم ایران. یک
ترانه ای هست دلم میخواد گوش بدی، ترانه ای که لوک اسلات خونده، یه خواننده ایرلندی، و عنوانش از 100,000 حجاب یا پرده یا چادر سیمای حقیقت را پوشانده است. بسیار اینو با هم گوش میدیم و ادامه میدیم صحبتمون رو با اجازه شما. Come down and walk these roads around the city of Tehran, where 7 candles burn. Follow me, all you who claim to be possessed of charity, down to the crimson sea. 100,000 veils have covered the sun, and darkest clouds have blocked and blackened the blue sky. Did you hear the fate of those who educate, who even in the grave find no respite from hate? Have you seen the youth who gave their lives for truth? That girl who kissed the noose and welcomed all abuse. 100,000 suns have fallen to earth with blasts that block the ears from hearing the news song. 100,000 veils have covered the truth. How many mothers' cries are lost in the tumult? There is no war to fight, you have no sacred right, no holy book to cite, to make these wrongs seem right. Does it so offend to want this world to mend, to walk in hope to the end and see each man a friend? Come down and walk these roads around the cities of Iran, which boast so much to man. با درود دوباره به همه شما عزیزانم و در این حال سپاسگزاری از فریال که این آهنگ زیبا رو فرستاد، دوست کارگردان من که در امریکا زندگی میکنه. و آقای نوریزاد رو بر خط داریم، بخش اول. گفت من که سیر نمیشم، حالا دیگه برنامه امروز همش در اختیار ایشونه. جناب نوریزاد عزیز، داشتید درباره رضا میگفتید،
سراپا گوشیم. بله، گفتم که ما در هر شرایطی به زندان و به زندانبان سمبول و امپراتوری به دادگاه به بازی به وکیل نیاز خواهیم داشت. این یک جامعه آرمانی هم این نیاز دقیقا مهم و سبایدهایی که اینها رو به هم پیوند میزنه اینها مجبور یا مجبور میکنه. صورت ظاهر وزارت اطلاعات برای ما عمدتا یک بزک آزبسته بود. تصور میکردیم که سربازان گمنام امام زمان از اونجا یک معبدی ساختن، یک مسجدی ساختن حاکیزه که فقط شفاعت نظام نادرست و متعدد با برخورد با انسانهای شریف و بازجوان درست کار. خود من واقعا میگم تا زمانی که زندان نرفته بودم باور اینطوری بود. من گفتم یه تلورانسی هم این وسط هست، مثلا آدم هایی هستن وسط میشن کسک میدنن. ولی خیبار شده دیدم اکثریت دفعی به اتفاق بازجویان آدم های حساش بیزارن بیزارن و آدم های راحتی وارد حوزه های خصوصی افراد میشن و ناجوانمردانه متهم رو به مسیری میکشانن که اون رو به هر شکل ممکن به زانو در بیارن تا این بازجو به خواسته خودش برسه. و اعترافانیدن متهم یکی از شگرت ها و خاص آیا نوریزاد صداتون ببخشید آقای نوریزاد صداتون یه مقدار چیز داره، لرزش داره و هی قطع و وصل میشه. شاید یه جای بهتر اگه بیستید بهتر باشه. هست کن من یه جا میستم من وقت مشروع بود بفرمایید که من ادامه. اتاق فرمان صدا خوبه الان؟ بسیار عالی است آقای نوریزاد، بفرمایید. باورم اینطوری این بود که فضای زندان و سیستم امنیتی اطلاعاتی ما فضای ساده نیست، حالا با یک ایرادات جزئی، یعنی قاعده و سلامت استثناءاتی هم هست. کاری که رضا ملک کرد این بود که این چهره بدکرده رو ذاتش رو قیام کرد، صدها رو کنار زد، از اون اختراع جناب نوریزاد اجازه بدید دوباره بگیریمتون، صدا خیلی قطع و وصل میشه. میخواهید که شماره مستقیم رو بگیرید؟ بله چشم. 26 11 26 11. اجازه بدید من بنویسم 26 11. بله دوباره بفرمایید آقای نوریزاد، معذرت میخوام. بله 42 بله بسیار خوب الان میگیرم قربانش. خب ببخشید ناچاریم این شماره رو بنده بگیرم که این دوست نازنینمون ما بتونیم روی خط داشته باشیم. اتاق فرمانم خب میدونه اینو و ما به هر حال ناچاریم. بله و بتونیم شماره رو بود. میبخشید چون بحث خیلی مهم بود، بحث بسیار مهمی بود و باید آقای نوریزاد واقعا اینا رو بگه و بدونیم که رضا ملک چه کرد. بله خب آقای نوریزاد عزیز الان دیگه شما رو داریم و صدای خیلی واضح، ادامه بدید ما سراپا گوشیم. من داشتم این رو میگفتم که
آقای رضا ملک آمد از درون وزارت اطلاعات سند و مدرکی انکارناپذیر رو کرد و ما رو با دخمه های مخوف و ترس و آنچنانی وزارت اطلاعات آشنا کرد. این سند آنچنان انکارناپذیر بود که من اطمینان دارم وزارت اطلاعات حاضر بود میلیاردها دلار هزینه بکنه ولی این چنین آبروی او فرو نریزه. و رضا ملک میدانست که چه میکنه. او دو جلد کتاب نوشته، یکی سال 64 به یکی هم سال 80 که اتفاقا این سال 80ی بیشتر باعث دستگیری شده که توأم شده با اون فیلم ها. سال 64 کتابی نوشته به اسم زندان در جمهوری اسلامی، در 100 نسخه برای 100 مسئول تراز اول، برای خامنه‌ای و رفسنجانی و برخی از این نماینده‌های مجلس و سیستم قضایی فرستاده به عنوان یک مأمور اطلاعاتی که آقا این در زندان‌های ما خبرهایی است که اگر به همین شکل پیش بریم ما ناگزیر به یک گسست بزرگ بین مردم و مسئولین دچار میشیم. و خودش میگه که تمام پیشگویی‌های من درست وضعیت فعلی جامعه است و من اینا رو انگار میدیدم. و کتاب بعدیش عنوانش هست مقبولیت و یا عدم مقبولیت نظام، که این کتابم چون خودش انتشاراتی داشته در 100 نسخه 150 نسخه چاپ کرده به چند نفر داده و بعد آمدن جمع کردن و خودش رو هم دستگیر کردن. یک انسانی با دو وجه، یکی وجه فردی خودشی که خانواده‌ای داشته که اصلا به اون سمت ما نباید بریم، چه رضا ملک به هر حال وارد یک حوزه‌ای شد که هر کسی دیگه هم بود دودمانش رو از هم میپاشیدن. بله، میتونستن هزار بار رضا ملک رو بکشن زنده کنن، بکشن زنده کنن. یعنی سیستم اطلاعاتی اگر میتوانست برای خنک شدن دلش حتما این کار رو میکرد. بله، همون جانورانی که با همسر سعید امامی اون کارا رو کردن، یا با قبه یا با بقیه، با موسوی نژاد، با دیگران، اینا هم خیلی راحت میتونستن با رضا ملک. رضا به هر حال در مقام مدیر کلی بود، یه شخصیت اطلاعاتی بود که دانش داشت، دوره دیده بود، متخصص بود، میدونست چجوری پرونده ها رسیدگی بکنه، ولی شکنجه‌گر نبود. وقتی این فیلم رو دید لرزید. یعنی من میدونم اون لحظه که این فیلم رو فرستاد برای ما میدونست چه اتفاقی براش میفته، ولی فرستاد. خیلی کار بود. کاملا درسته، همینجور که جناب علی میفرمایید، او تمام آینده رو میتونست پیش بینی بکنه به خاطر اینکه در اون سیستم رشد یافته بود و میدونست که قدم‌های بعدی که همکارانش برمی‌دارن چه خواهد بود. منتها همونجوری که شما فرمودید، به جهت اینکه یک اطلاعاتی کارکشته و فهیم و درس خوانده بود، حالا دیگران برای بازجویی از او باید داربست می‌بستن و از او بالاتر قرار می‌گرفتن. و چون یک مشکل بزرگی که ما در وزارت اطلاعات داریم بی‌سوادی به اصطلاح مجموعه است، کودنی مجموعه است که عمدتاً هم به سمت شکنجه و ضرب و شتم میرن، به جهت اینکه با کلام، با منطق دیگه چیزی ندارن برای گفتن، به سمت شکنجه میرن. در مورد رضا ملک هم به سمت شکنجه میبرن و که این روان او رو بخراشند و آسیب‌های روانی به او بزنن. خب مثلا تجسم 6 سال زندان انفرادی یک تجسم ناممکنه. یعنی شما نمیتونید تجسم کنید مثلا 6 ماه انفرادی، 1 سال انفرادی، 2 سال انفرادی، یک انفرادین 1 متر در 2 متر درازا که شما برای خوابیدن دارید باید تو زاویه بخوابید که به اصطلاح سرتون از این ور و پاتون از اون ور یه آرامشی داشته. اونم یه آدم قد بلندی مثل رضا. بله بله، اونم بله همین جور. و بعد از یه مدتی احساس میکنید که باید با خودتون صحبت کنید، برای اینکه فضا انقدر ساکته که شما ناگزیر برای اینکه یادتون نره و عقده ای نشید و یا از درون به قول اسپانیا نپوکید، مجبور میشید با خودتون صحبت کردن. و این تکرار با خود صحبت کردن ممکنه به دیگه منجر بشه. به هر حال 1 سال و 2 ماه اینا نبوده که 6 سال انفرادی. یعنی اینا رفتن به سمت این که رضا ملک رو نکشن اما دیوانش بکنن، ولی این مرد آنچنان کینه و اقتدار و آگاهی از این مجموعه داشته با زنده نگه داشتن خودش
یک سند دیگری رو هم بیرون میده به اسم رضا ملک. من میگم به همین اندازه که رضا ملک دست به اندرون وزارت اطلاعات برد و ما رو با دخمه های مخوفش، با چهره های مخوفش، با بازجویان هیولاگونش آشنا کرد، این بخش تاریخ سیاسی امنیتی ما به شدت مرهون و مدیون ایشونه. آقای نوریزاد ببخشید، شما وقتی این فیلمو دیدید چه حالی شدید؟ خودتون خانوادتون دوستانتون اینو دیدید؟ بله، هنوز نتونستم کامل ببینم چون نمیشه دید. یعنی آدم یه مقدار عاطفه داشته باشه، یه مقدار به اصطلاح به خصوصیات اخلاقی پایبند باشه، نمیتونه تماشا کنه. چندین بار تلاش کردم ببینم، مثلا به خانواده خودم اصلا توصیه نمی کنم، به دوستان و آشنایان توصیه نمی کنم، به بعضی ها به عنوان سند و مدرک توصیه می کنم، میگم این بخشا رو ببینید، نمیشه تماشا. باور کنید آقای نوریزاد، اون شب اولی که ما اینا رو پخش کردیم، هم علیرضا میبودی حالش بد بود، هم من، هم زیا آتابای و هم مردمی که شوکه شده بودن، و بعد به مرور که اینا رو پخش کردیم، اصلا باور کردن و از داخل ایران یک عالم وارسته‌ای که دستشو میبوسم از اینجا، اشک ریزان، من در یک کشور دیگه او رو دیدم، به من گفت ما اصلا خواب و راحت دیگه نداریم. یعنی فکر می‌کنیم با یه زن مؤمنه، حالا شوهرش جنایتکار، وقتی این کار رو میکنه یک کسی که مورد اطمینان مقام رهبری است، این آدم مأموریت پیدا میکنه که از این خانم اعتراف جاسوسی اسرائیل و فساد اخلاقی رو بگیره. و من همیشه میگم دخترک این بانو، دخترک کوچکش که اونجا پدرش هم خودکشی کرده رفته، وقتی با این فیلم روبرو بشه چه حالی بهش دست میده؟ چگونه میشه شرافت انسانی تا این حد سقوط بکنه؟ حالا من میخوام بگم که جناب نوریزاده، باور کنید این بازجوها براشون فرق میکنه که امروز همسر سعید امامی، فردا همسر خود رهبر باشه. اونا کارشون رو انجام میدن. یعنی یه وظیفه احساس میکنن، یعنی مبتنی بر فهمشون که نیست، مبتنی بر ایمانشون که نیست، مبتنی بر انسانیت و شرافتشون که نیست. یک مأموریتی، یه پولی میگیرن، یه مأموریتی رو انجام میدن، احساس هم میکنن در پیشگاه خداوند دارن یه مجاهدتی هم میکنن. یعنی باور کنید فردا همین آقای روحانی که الان رئیس جمهوره، فردا مثلا ورق برگرده با زن و بچه او این کارو میکنن، فردا مثلا فرض کنید که آقای مثلا فرض کنید که رفسنجانی رو مجبور بشن که زن و بچهش رو دیگه ببرن به سمتی که ازشون اعترافات آنچنانی بگیرن. شما دیدید با دختر ایشون تو خیابون اون آقا چی کار کرد، چه چیزایی گفت؟ بله. من زندان شاه بودم، اینو بگم بهتون. ما فکر میکنید که تمام این شعبون بیمخا سر رشته شون تو بیت رهبری است. و باور کن آقای نوریزاد، خدا شاهده، شعبان جعفری خیلی آدم با شرفی بود، چون بعد من دیدمش، قبلا که باش دشمن بودیم، بعد دیدم چجور. و در زندان شاه مأموران ساواکش محال بود چنین رفتار غیر انسانی رو داشته باشن. من خودم اونجا بودم، دیدم. این چیزی که برای ما اومده در زندان ناصرالدین شاه هم پیدا نمیشه، چون کتابی دارم الان مقررات اونجا رو نوشته. این یه چیز جدیده، این یک ایمان قلابی مسخ شده است که در ذهنیت یه آدم میکنن و بهش میگن تو برو برای من سر بیار. اون نمیره فقط سر بیاره، اون ناموس و بیحرمتی بهش میکنه، اون تمام اخلاقیات انسانی رو بهش بیحرمتی میکنه. این چیزیست که به هر حال من ازتون خواهش میکنم، درود شخصی ببینید به رضا الله. این واژه‌ای که من به کار میبرم، خودم حتی یه جا نوشتم که من این رفتار بسیجی‌ها رو که میریزن، میزنن، میکوبن، فوش میدن، رفتارهای نادرست میکنن، این اخلاق رو اخلاق شعبون بیمخی اسم گذاشتم. ولی در یکی از یادداشتام از ساحت شعبان جعفری عذرخواهی کردم، گفتم آقا شما یه بار یه گوشه‌ای یه کاری کردی تموم شده رفته، ولی اینا اصلا جزء شاکله شخصیتشون شده. آخرینش هم همین مزار پروفسور پاپ بود که توی زاینده روز دیدید به چریخ در آوردن. یا مثلا از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتن، چه فاجعه طنز ملی ایجاد که آبروی ما رو در سطح جهان بردن. بعد شما دفعه رئیس مجلس هم برمیگرده میگه این اظهاره خشم ملت است.
یعنی یک علم شنگه های برآمده از کودنی و نفهمی که الان مثلا یه رنگ العاب غیرت دینی هم بهش زدن، رگ های گردنشون هم برآمده. شما به همون فردی که حالا اسم خودشو گذاشته بسیجی و داره سنگ پرتاب میکنه و رنگ میپاشه و فوش میده، بهش بگو آقا انسان یعنی چی؟ اگر تونست انسان رو تعریف بکنه، یعنی اینها ذهنشون در یک جای قفل بسته ولایت ولایت میکنن ولی کمترین به اصطلاح انسانیت و انصاف رو رعایت نمیکنن. به همین دلیل که من از ساحت جناب شعبان جعفری در مقایسه با اینها عذرخواهی کردم، ولی یک چیزی رو بگم، ریسمان همه اینها به بیت رهبری وصل میشه. برای چی؟ برای اینکه آقا شما در جایگاه یک رهبر هیچ وقت اجازه نمیدی پلیس سرشکسته بشه، تحقیر بشه، کار موازی با پلیس انجام بشه. مگر میشه پلیس به ایست جلوی یک سفارتخانه و یه مش بچه جوون از دیوار یک سفارتخانه بالا برن و آبروی ملی ما رو در سطح جهان مخدوش بکنن؟ این نیست، مگر اینکه از بیت رهبری گفتن آب برید این کارو بکنید، برید سر خونه سردار علایی رو به هم بریزید، برید خونه صانعی رو به هم بریزید، خونه منتظری نمیدونم. بله معلوم آقای منتظری چه کنید. هر حال ما گرفتار یک بدفهمی به اسم جمهوری اسلامی شدیم که یک چیزی اختراع کردن به اسم مسلمانی که بزرگترین فاجعه‌ای که در این 35 سال اتفاق افتاده اتفاقا خراشیدن چهره اسلام بود و یک چهره مخوف، وحشتناک، عبوس، تلخ و خونین از مسلمانی اینها به نمایش گذاشتن که اصلا خانواده های خودشون هم مشتری این اسلام نیستن، برای اینکه امروز اگر منتفع باشن از این اسلام فردا هیچ تضمینی نیست که ورق برگرده و این تضمین همچنان پای کار باشه. من جمله رو اجازه بدید نقل بکنم آقای نوریزاد از مرحوم آیت الله العظمى شریعت مداری، همون اول انقلاب من تو امید ایران اینو چاپ کردم. ایشون گفتن این انقلاب یک قربانی بزرگ داشت، مذهب تشیع و اسلام بود و این حرف در اون زمان زده شد که بیخ دیوار میذاشتن و گر رو گر اعدام میکردن. حالا اما یک زن مؤمنه رو میبرن تو زیر زمین و اون رفتار رو باش میکنن. حالا سوال من از شما اینه محمد نوریزاد عزیز، با توجه به اینکه وقت زیادی نداریم، الان محمد نوریزاد این مسئولیت رو برای خودش گذاشته، این وظیفه رو گذاشته و داره برای روشنگری میکنه، مقاومت میکنه، آیا ته دلت امیدی داری به اینکه ما شاهد دگرگونی باشیم بدون کشت و کشتار، بدون تکه پاره شدن ایران؟ آیا واقعا این امید رو داری؟ آیا به به با امیر انتظام و دکتر ملکی و عکستون رو گذاشتن اینجا، آیا این امید رو شما داری که ما ایران سرفراز رو دوباره ببینیم، دوباره ایرانی رو ببینیم که وقتی با یه سوری حرف میزنی نفرت و اشکش نیاد از این ایران، با یه لبنانی حرف میزنی ناسزا نگه که ایران اومد وطن منو داغون کرد، با یه عراقی حرف میزنی میگه قاسم سلیمانی رو من نمیخوام بیاد برام وکیل تعیین بکنه، افغانستان که میری میگه آقا نمیخوام بیاد تو انتخاباتم مداخله کنه، به رئیس جمهورم کیسه پول بده. میبینی اون ایرانی رو که سرفرازانه فرزندانش مثل محمد نوریزاد آزادانه بنویسن، فیلم بسازن و حرف بزن؟ بله، من همین الان از تماشای نمایش سقراط دارم میام که آقای فرهاد عایش هم بازی کرده بود و یک نمایشی است تلفیقی و نمادین و با پیوندی که بین زمان گذشته و امروز زده، داستان زندگی سقراط رو به نمایش گذاشته. باور کنید این مردم برای سقراط قرنها و هزارهای پیش همچنان کف می زدن و به وجد می آمدن، چرا که احساس می کردن صحبتهای سقراط در هزارهای دور دقیقا حرف خود اونهاست. من می خوام بگم که امیدوارم و بسیار هم امیدوارم به جهت اینکه عمر زیادی برای نابکاری و جهالت قائل نیستم و اطمینان دارم که فضا مرتب بر جهالت تنگ میشه و فضا برای فهم و شعور و خرد وسیع میشه و گسترش این رو ما شاهد خواهیم بود. شاید به یک جور خودفریبی مثلا دچار شده باشم، اما این خودفریبی نیست، بلکه باوری است در درون من
که منو به اشتعال وامی داره، منو به عرض کنم که یک دلخوشی بزرگ، انگار از درون روشنایی گرفتم و من رو سر پا نگه میداره پر از شوق. علتم داره یک به یک من بر میشمارم. ببینید، خرد جمعی ما رشد کرده، آگاهی جمعی ما رشد کرده، یعنی مردم ما از ماجرای سال 88 به قدر 15 سال آگاهیشون افزونتر از سابق شد. یعنی اگر 15 سال زمان با پای خودش عبور میکرد، آگاهی امروز ما مثلا میشد به اندازه اون زمان. ولی اون اتفاقات سال 88 از چهره ها نقاب برگرفت، ذات برخی از آدم ها و دستگاه ها رو آشکار کرد و مردم ما به موقعیت هایی دست پیدا کردن، به آگاهی هایی دست پیدا کردن که باید در طول 15 سال 20 سال دست پیدا می کردن. و این خودش یک جهش معرفتی است و یک آگاهی که بهش دست پیدا کردن. و به همین میزان عرصه بر جهالت تنگ میشه. به همین دلیل که شما می بینید مثلا دستگاه با شتاب میره از مداحان تقدیر میکنه، در دانشگاه رشته مداحی میگذاره. اون هم میخواد عرصه جهالت رو و خرافات رو گسترش بده. یعنی به زندگی امامان که مداحان فرو میرن، هیچگاه مثلا از کربلا ظلم ستیزیش رو برای مردم که برمغان نمیارن، همون افتادگی و تشنگی و عشق و خون و اینها و گریه مردم رو در اون محدوده در میارن. هیچگاه نمیگن که حسین زیر بار ذلت و ظلم و زور نرفت، آی مردم شما هم نرید. به همین دلیل من به شدت امیدوارم برای اینکه هر روز که میگذره عرصه بر فهم با گشایش همراهه و هر روز که میگذره عرصه بر جهالت به تنگنا در میفته و این مایه امیدواری است. ما مثلا میگم این تئاتری که امشب من رفتم به اسم سقراط، مثلا یک سال پیش امکان روی صحنه آمدنش نبود، 5 سال پیش اصلا نمیشد تجسمش کرد، دیالوگ به دیالوگش رو سانسور میکردن، ولی امروز فضا باز شده و آینده بازتر خواهد. محمد نوریزاده عزیزم، من یه چیزی بگم، حداقل از نظر اسمی من یه ه اضافه تر بر شما دارم، ولی احساس میکنم که بدون ه باه با شما در یک هوا نفس میکشم. بسیار شادمانم از اینکه با شما سخن گفتم. این مجال رو امیدوارم داشته باشم باز هم با شما صحبت بکنم. فرزانه انسانی که، هنرمندی که پای یک کودک بهایی رو بوسید، در برابر وزارت اطلاعات ایستاد، به شهرهای ایران سفر کرد تا مبشر صلح و دوستی و عشق باشه. درود به شما میگم، به خانواده فداکارتون، به فرزندانتون، و آرزو میکنم همچنان پایدار و استوار منبع و مستر امید برای ملتی باشید که خیلی وقت هاست امیدش رو از دست داده، ولی صدای شما و امثال شما این شعله رو دوباره روشنتر میکنه. سپاسگزارم ازتون های نوریزاده. متشکرم. برای شما هم من آرزوی توفیق دارم، برای شما همکارانتون و برای همه مردم ایران روزهای آباد و آزاد و همراه با آرامش آرزو می کنم و اطمینان دارم این روزها در همین نزدیکی ها نصیب ما خواهد شد و ما ایرانیان در بستری از فهم، از خرد، از آشتی با هم مواجه خواهیم شد و لذت خواهیم برد از ایرانی بودن. حتما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باشد. علیرضا نوریزاده به اتفاق هنرمند گرامی، نویسنده ارزشمند، مبارز محمد نوریزاد، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.
شراب ناسازگارم، شراب ناسازگارم، چرا با من، چرا با من ساز نمیشه؟ نگار ناپای دارم، نگار ناپای دارم، چرا با من، چرا با من یار نمیشه؟ چرا با من، چرا با من